تشکر مجدد از اینکه بنده رو در این مجمع گفتگوی اندیشمندانه، حالا شاید هم روشن فکرانه اینتلیکچوال دعوت کردیم، خیلی لطف کردیم. من در بحثی که اینجا ارائه خواهم داد، خب ادامه مجموعه پژوهش ها و تحلیل هایی هستش که در طول این 2 دهه اخیر انجام دادم و مطالب زیادی رو راجبش صحبت کردم و منتشر کردم و برخی مطالب دیگه یا گفتگوهای دیگه هستش که منتشر نکردم ولی در آرشیو نوشتارها وجود داره در رابطه با مدرنیته در جهان، مدرنیته همچون یک مفهوم و مدرنیته همچون یک دوره تاریخی. در واقع اینطوری هم بحث رو شروع میکنم. تو بحث امروز تزی که دارم و میتونه مورد بحث و گفتگو و چالش قرار بگیره اینه که در یک کلام اینطوری عنوان میکنم که مدرنیته در واقع سرنوشت جهانه. اون رو در 2 حوزه، یکی در حوزه مفهومی کنسپچوئل، یکی در حوزه تاریخی عنوان خواهم کرد. یعنی در این 2 حوزه در واقع ارتباط مستقیمی هم بین این 2 میبینم. اون رو هم در مقام و جایگاه غرب مورد تحلیل قرار میدم و همین که در شرق چگونه مدرنیته از جهان غرب گسسته و در واقع خودش رو به عبارتی جهانی میکنه و دخالت میکنه در فرهنگ های دیگه، اونها رو به هر حال تحریک میکنه برای عمل. خب برای آغازش از یه سری کلیات شروع کنم که بیشترم به احوالات امروز میخوره، که اگر ما در قرن 21 مشاهده کنیم وضعیت جهان رو، میبینیم که هرچی بیشتر به سمت در واقع به عبارتی قطبهای بزرگ جهانی داریم میریم. قطبهای بزرگ جهانی که خب به هر حال بلوک های اقتصادی بزرگی رو درست کردن که اینها در شرق و در غرب در رقابت با همدیگه هستند. مشخصا کشوری که خیلی زیاد بهش ارجاع میشه چینه. در چین دن شیاوپینگ یک گفتمان یا گفتگوی خیلی جالبی داره، یک مفهوم جالبی رو عنوان کرد در اون دورهایی که هنوز حیات داشت و میگفت ثروتمند شوید. من راجع به این ثروتمند شوید و زندگی دن شیاوپینگ خیلی کار کردم و خب این ثروتمند شوید یک مفهوم خیلی ساده، یک نیم جمله است، اما خب سرنوشت چین رو متحول کرد، چرا که در ذات خودش مالکیت خصوصی رو میپذیره که سوسیالیسم و کمونیسم اون رو رد میکردن و اینکه ثروت اندوسی محصول بازار آزاده. و جالب اینجاست که ثروتمند شوید در واقع در اصل متعلق به یک کمونیست دیگه ای بوده در همون دوره دن شیاوپینگ در روسیه به نام بوخارین، که استالین مدتی بعد به خاطر اینکه او هم میگفت که ثروتمند شوید و معتقد بود که به سر شرکت های کوچک میباید بزرگ بشن، نه شرکت های بزرگ بنا و در مالکیت عمومی دولتی بمونن ولی شرکت های کوچیک رشد بکنه، همچنان که دن شیاوپینگ هم همین رو میگفت. اسمش بوخارین بود و بوخارین بعد از مدتی اعدام میشه به توسط در واقع استالین. ولی باز هم که کاوش بکنیم میبینیم که این ثروتمند شوید در واقع اگینوز میاد، در واقع یا گیزوت، در واقع فرانسوا گیزوت که در واقع در قرن بخوایم بگیم 18 بین قرن 18 و 19 در واقع در فرانسه یک لیبرال کانسرواتیو بود که بسیار طرفدار اندیشه بازار آزاد بود در دوران اندکی بعد از انقلاب فرانسه و ایشون در واقع طرفدار همون اندیشه ای هستش که به عبارتی آدم اسمیت در حوزه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار از اون صحبت میکنه. بنابراین اگر خوب کاوش بکنیم میبینیم که اون چی که به نام سرمایه‌داری آزاد در جهان چین، در جهان شرق، در کشورهای بعد از دوران جهانی شدن ایجاد شد، در واقع محصول اون تفکری است که مدرنیته در حوزه اقتصادی در ذات خودش بنیان گذاشت و اون از آدم اسمیت، یعنی رقابت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی
سرچشمه میگیره. نکته دوم در رابطه با صنعت دیجیتال و صنعت مدرن هستش که هرچی بیشتر کاوش که میکنیم میبینیم که این صنعت مدرن که در واقع امروز روز در توسط تمام کشورها از بعد از جهانی شدن، یعنی تجارت آزاد بین شرق و غرب و گسترش این تجارت و برداشتن سدهای تجارت، یعنی دیرگولیشن ایجاد شد که مبنای آغازین و اولیه در واقع جهانی شدن، این رو هم در واقع به عبارتی پی میبریم که آیا این صنعت، این اقتصاد، این صنعت و این دیجیتالیزاسیون یه چیز ساده ای هستش که همینطوری از ذهن کسی آمده بیرون، یا یعنی اینکه یک در واقع متدولوژی داره، یک پشتوانه نظری داره، یک روندی رو در واقع باید توش دید. اون روند چیه؟ اون چیزی است که در واقع هایدگر در شناخت این متدولوژی ازش صحبت میکنه، زمانی که به تکنیک اشاره میکنه میگوید که در واقع تکنیک جدید که ازش تکنولوژی حاصل میشه، تکنیک و تکنولوژی خب دو چیز متفاوت هست، تکنیک جدید در واقع حاصل اندیشه است که از دکارت آمده و دکارت قصد و نیتش، تفکرش، بنیاد ذهنیش در واقع ریاضی کردن طبیعت بوده، Mathematization of the world. یعنی در واقع این تئوری که بنیاد اندیشه مدرن دکارتی هست، بنیاد صنعت و در واقع تکنولوژی جدید و تکنیک جدید هم هست. میگوید دکارت برای بهرهبری از طبیعت باید اون رو شناخت، این عین جملش، برای بهرهبری از طبیعت باید اون رو شناخت و برای شناخت طبیعت باید بر او مسلط شد. یعنی اندیشه تسلط که در واقع سوژه دخالتگر و سوژه تسلطگرا رو در مدرنیته غربی ایجاد میکنه. این نکته دوم. نکته سوم بسیار جالبه که اگر نگاه بکنیم در سراسر دنیا، خصوصا بعد از دوران جهانی شدن، هرچه بیشتر نظام‌های متعدد جهانی در آسیا و در آفریقا و کشورهای غیر غربی به سمت دولت‌های قانونساز میرن، یعنی قانون اساسی در واقع بنیاد کارشونه، حتی در ظاهر گاه ادعا میکنن، اما این ادعا رو هم پیش از این نداشتن، یعنی پیش از این هم احتیاجی نداشتن که توجیه کنن که ما طرفدار فرض فرمایین حکومت قانون هستیم، حتی اون رو هم شاید اعمال نکنن، بهش تن ندن، ولی اعلام میکنن. خود این که اعلام کردن این تفکر که حقوق مدنی فرد رو در قانون اساسی می نگارند اگرچه به اون عمل نکنند، خود این یک اِوولوسیون، یک تکامل در روحیه جهان امروزی، در فضای جهان امروزی، خود اینم محصول مدرنیته است. یعنی در واقع همون چیزی است که در واقعیت کلام جان لاک از اون به عنوان فرد آزاد، زندگی آزاد و مالکیت خصوصی، یعنی سه عنصر بنیادین لیبرالیسم ازش نام می برده. بنابراین ما در حوزه، برای خلاصه گویی، در این سه حوزه، یعنی نخست در حوزه اقتصادی و سپس در حوزه صنعتی و بعد از اون در حوزه سیاست، قانونگذاری و دولتگرایی، می‌بینیم که جهان به عبارتی در تسخیر مدرنیته قرار گرفته. در واقع جهان پذیرای مدرنیته شده بدون اینکه تماماً و دقیقاً اون رو بشناسه، بدون اینکه به جزئیات اون، به تمامیت اون پی ببره و اون رو در واقع بتونه تولید و بازتولید کنه. یعنی چی؟ یعنی مدرنیته تولیدگر اندیشه نقدی، تولیدگر نظام اقتصاد سرمایه‌داری، تولیدگر دولت مدرن و تولیدگر آغازین تکنولوژی و صنعت مدرن، و این روند رو از قرن 15 و 16 شروع میکنه. ولیکن جهان، یعنی جهان غیر غربی، جهان غیر مدرن، از این دورانی که عنوان میکنم، یعنی از حدود 4 قرن پیش، فراورده های مدرنیته رو ازش استفاده و بهره ازش برده بدون اینکه در باز تولید اون اثری داشته باشه. در باز تولید در واقع جهان غیر غربی، یعنی جهان ما، آسیا و آفریقا، مصرف کنندگان مدرنیته
و فراورده های مدرنیته هستند. در صنعت و اقتصاد برخی از این کشورها مثل چین، مثل هند، مثل روسیه تونستن به جلو گام بردارند در صنعت و در اقتصاد، اما در علم و اندیشه نقدی و فکر عاملیت، یعنی فکر سوژه که توضیح خواهم داد، نقش موثر ندارن. و آنچه که مدرنیته رو در واقع ایجاد میکنه، پدید میاره، در واقع این سه عامل آخرین هست. بنابراین به عبارتی باید اینطوری بگیم که جهان در تسخیر مدرنیته قرار گرفته و مدرنیته در واقع یک سوژه، می شود گفت سوژوار عمل کرده در تاریخ در طول این 4 قرن اخیر، یعنی دارای یک عاملیت سوژوار عمل میکنه. سوژه رو ترجمه میکنم به عاملیت، یعنی اون دخالتگر، تقسیم کننده، تسلطگران. این در واقع طور این مدرنیته به سمت جهان، به سمت جهان غیر غربی آمد در آسیا و در آفریقا که سنت رو بیدار میکنه. توضیح میدم بعد که سنت چیست، و اون رو به عکس العملی رقابتی میکشونه. ما اگه نگاه بکنیم به جنبش مشروطه خودمون که در 1905 آغاز میشه، محرکه های بومی بدون تردید موثر بودند، اما عاملیت اصلی که اون رو کشوند، متفکرین اصلی جنبش مشروطه رو درست کردن، در واقع تحت تاثیر افکار در واقع متفکرین غرب بودن. این رو میشه از طریق مطالعه اندیشمندان در واقع مشروطه نگاه کرد. همچنین ببینیم کشورهای دیگه، نه لزوما ایران، لزوما ژاپن رو نگاه بکنیم که در 1868 رفرم های بزرگ میجی درست میشه در ژاپن، قبل از اینکه در واقع قرن 20 شروع بشه، قرن 19 شروع بشه، قرن 20 شروع بشه. میجی در واقع یک شاهی بوده که در رفرم های بزرگ به وجود میاره و ژاپن رو به سمت صنعتی شدن بیشتر میبره و میتوان دید و در مطالعه نشون میده که در واقع این هم تحت تاثیر رابطه با جهان غرب بوده. در ابتدا ایالات متحده بسیار مؤثر بوده برای گشایش درهای در واقع تجارت، و بعد از اون فرانسه، آلمان، هلند و روسیه وارد تجارت با ژاپن میشن و ژاپن در واقع به عبارتی به سمت ترقی و صنعتی شدن میره. به عبارتی اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم در این بخش مقدماتی بحث، آنچه که جهان شرق رو به تحرک و تحریک کشون مدرنیته بوده، و آنچه که باعث شد که عناصر و محرک های لوکال و بومی حرکت بکنن، عنصری بوده به نام تحقیر، یعنی humiliation. در واقعیت کلام آنچه که colonization یعنی دوران استعمار ایجاد میکنه نزد جهان شرق، این بوده که تو کوچک و اندک و حاشیه‌ای هستی و من قدرتمند هستم و قادرم بسازم، ابزارهای جنگی فربه دارم و میتونم ارتشهای بزرگ درست کنم، به سمت ژاپن و چین و ایران و غیره برم و جهان رو تغییر بدم، و تو کوچک و اندک هستی. و جهان شرق بر پایه این تحرکی که مدرنیته در اون به وجود آورده، در واقعیت کلام بیدار میشه و خودش رو میخواد او هم سرفراز نشون بده. خب حالا اگه اینا رو به عنوان مقدمه عنوان بکنیم، پرسش اصلی این است که خود مدرنیته چیه؟ یعنی چگونه میتونیم از مدرنیته یک تعریف کم و بیش قابل فهم به اصطلاح نشون بدیم؟ این مدرنیته که در واقع سرمایه درست میکنه، اقتصاد رقابتی درست میکنه، ارتش منظم ایجاد میکنه، کشتی های بزرگ درست میکنه و به سمت آبها میفرسته و جهان شرق رو تحت تاثیرات خودش قرار میده. در مقدمه باید یک اشاره تاریخی مهم بکنم، اونم این که ما در حدود قرن 17، اواخر قرن در واقع 16، شاهد ستیزهای بزرگی در اروپا هستیم.
ستیزهایی که در واقع به جنگ 30 ساله می انجامه. جنگ 30 ساله همطور که دوستان می دونن جنگ میان پروتستانت ها و کاتولیک ها بود. بگیم پروتستان های شمال اروپا و کاتولیک های جنوب، یعنی ایتالیا و غیره و شمال که امپراتوری مقدس بود و آلمان امروز ازش نام برده میشه. زمانی که لوتر میشود گفت اعتراضات خودش رو شروع میکنه و این نوعی جنبش پروتستان شروع میشه، کلیسای پاپ، کلیسای کاتولیک قبول نمیکنه و جنگ های بزرگ صورت میگیره. اشاره بکنم در این دوره ما صاحب 3 قدرت هستیم که موازی با هم در اروپا وجود دارن. یکی قدرت خود شاهه، شاهانی که در اروپا وجود داشتن. یکی قدرت کلیسای بزرگ هست، کلیسای کاتولیک، و یکی هم قدرت اون نیرویی که بهش میگیم سنیورها یا فودالهای زمین دار. این 3 قدرت برای خودشون ارتش داشتن، اقتصاد و پول داشتن و در واقع توازن قدرت به عبارت هر کدوم یک عامل بودن. جنگ هایی که اشاره بهش میکنم جنگ ها میان اینها بوده تا زمانی که لوتر و پروتستان ها اقتدار کلیسا رو برای هدایت امور سیاسی نمیپذیره و میگوید که ما برای زندگی خودمون به تایید پاپ در ایتالیا، ما که در شمال هستیم، در آلمان هستیم، مثلا حالا پروست یا اتریش یا ایالت‌های 36 گانه دولت‌های کوچک که در واقع آلمانی زبان رو من دارم اشاره میکنم که امپراتوری مقدس رو درست کرده بودن، در حدود قرن 17 هستیم، نمیپذیرن اتوریته یا اقتدار در واقع پاپ رو و به این لحاظ به عبارتی میشود گفت که از دل جنگ های موجودی که اشاره بهش می جنگ های 30 ساله بالاخره صلح وستفالیا به وجود میاد. صلح وستفالیا در 1648 ایجاد میشه و در واقع معاهده ایست بین کشورهایی که نه مرز داشتن، نه ملتی بر اونها شناخته شده بود، نه دولتی بر اونها شناخته شده بود. در واقع وستفالیا آغاز دولت ملت بود، یعنی نیشن استیت، آغاز دولت ملت. در این دوره در واقع دولت میباید متمرکز بشه برای هدایت امور در این دوره و ملت در واقع به عبارت یک روحیه تمام گرایان توشون هست، یعنی در یک قالب ملت رو تعریف میکنن که در اون زمان لازم بود برای هدایت امور. بنابراین ملت دولت در این دوره به وجود میاد. حالا اگه بخوایم مقایسه کنیم این رو با ایران خودمون، ما در ایرانمون فرض فرمایید که ما همچین موقعیتی نداشتیم، اساسا باید که در ایران شاه حاکم مطلق بوده، سگانگی قدرت که دارم اشاره میکنم در اون زمان وجود نداشته، تمرکز قدرت در ایران وجود داشته به شکلی که همطور که دوستان میدونن هگل زمانی که فیلسوف آلمانی زمانی که به تاریخ جهان نظر میندازه آغاز تاریخ رو در واقع ایران میدونه و میگوید که در ایران هستش که هخامنشیان قدرت متمرکز یگانه داشتن و ما هم در اروپا در این دوره، یعنی قرن 16-17، احتیاج به قدرت متمرکز داریم که بتونه در واقع مدیریت همگانی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه ما درست در این دوره تاریخی آنچه که قدرت سیاسی رو تشکیل میداده پراکندگی بوده. در 1400 ما ایتالیایی رو داریم که میشود گفت 5-6 تا در واقع دولت‌های کوچک رو دارن که به شکل کاملا پراکنده‌ای یکی در کنار دیگر هست، از سیسیل بگیریم تا فلورانس تا میلان هر کدوم یک دولت بودن. یا در ایتالیا در این دوره ما در واقع عبارت در آلمان در این دوره در واقع آلمان تو گیومه بعد بگیم آلمان، چون آلمان در 1870 به توسط بیسمارک متحد میشه، اما قبل از اون عبارت میشد از 35-6 دولت کوچک. بنابراین تمرکز وجود نداشته و زمانی که تمرکز وجود نداشته هگل میگوید که برای پیشروی امور نیازمند تمرکزی، بنابراین دولت ملت در این قالب شکل میگیره. زمانی که ماکیاول اندرزهای خودش رو به پرنس میده، یعنی به شهریار، این کتابی است که ترجمه شده و
و دوستان میتونن تهیهش کنن و جناب داروش آشیلو رو ترجمه کرده. اشارش درست همینه، میگه ایتالیایی که پراکنده هست مال 1400 1400 1500 یعنی قرن 15 16 هستیم. اشاره که میکنه میگوید که ما باید ایتالیایی که پراکنده هست و هر سویه اون یک دولت و یه امپراتوری وجود داره باید بتونیم اینا رو هماهنگ کنیم، یگانه کنیم، یک دست کنیم. و ماکیاول به پرنس که در فلورانس هست اشاره میکنه به هخامنشیان ایران و میگوید که از هخامنشیان ایران باید بیاموزیم تمرکز قدرت و یگانگی اداری قدرت رو. و بعد میگوید که مدل دوم ما فرانسه آن زمانی که فرانسه کشوری بوده بسیار متمرکز. خب حالا برگردیم به این که در واقع گفتیم خود مدلیته در واقع چه چیزی میتونه باشه، اینو باز کنیم بیشتر، یعنی از همین به سادگی فقط در امور تاریخی نمونید. هر زمانی که زمان من تمام میشه لطف کنیم که این رو اشاره حتما. اینجا بحثی که مورد نظر هست با اشاره به این صحبت که در واقع مدرنیته یک زمینه تاریخی داره و این زمینه تاریخی رو حالا در وستفالیا من توضیحش دادم، در واقع حوزه های دیگر رو هم باز خواهم کرد، اما باید این رو بدونیم چون اشاره به ایران هم دائما میکنم و به شرق اشاره میکنم، باید این رو بدونیم که حداقل از نظرگاه من، شاید پژوهشگران دیگه طوری دیگه ای مدرنیته رو میبینن، اما من میگویم که اعتقادم همیشه این بوده در طول این 20 سال اخیر که مدرنیته تجدد نیست. تجدد چیزی دیگه است. تجدد نوآوری، نوگرایی. در حالی که مدرنیته فراتر از اینه. اینطوری میتونم ترجمه بکنم یا اینطوری میتونم توضیح بدم مدرنیته رو با اشاره به رفرنس هایی که حالا هر کدوم این رفرنس ها رو نمیخوام اینجا عنوان بکنم، ولی به هر حال رفرنس ها بسیار زیاده و در کتاب های من و مقالات من قابل دسترسی هستند. مدرنیته در واقع نوگرایی سیکلیک قاعده مند، اینطوری به یک با یک جمله، و این رو از هانلی روفر میگیرم که نخستین کتاب رو در رابطه با چیستی و چرایی مدرنیته در فرانسه منتشر میکنه در دهه 1960. توضیحش اینش که چگونه میشه مدرنیته رو به عنوان یک مفهوم درک کرد. مدرنیته هر گونه تغییری نیست، هر گونه نوآوری هم نیست. ما در تمام تمدن ها در تمام فرهنگ ها نوآوری داشتیم. اصلا بدون نوآوری امکان بازتولید فرهنگ وجود نداره و بدون بازتولید فرهنگ یک تمدن امکان بقا نداره. اما این از جنس مدرنیته لزوما نیست، کمک میکنه اما از جنس مدرنیته نیست، بلکه مدرنیته چارچوبه دیگه ای داره، نوگرایی است، تغییر، تحول، اما تحول سیکلیک قاعده منده. قاعدش رو در نظم باید دید و نظم در اندیشه دکارتی خودش رو نشون میده. همه چیز در مدرنیته در اندیشه دکارتی نشون میده، خودش رو نشون میده. این به این معنی است که نظرات هیوم یا نظرات جان لاک قابل تقدیم نیست، همش هست، اما اندیشه راسیونل بنیاد مدرنیته هست. این را حالا بیشتر اجازه بدید که توضیح بدم و بازش بکنم. برای من این گفتم که در ابتدا مدرنیته رو در دو حوزه توضیح میدم، یکی در حوزه مفهومی، یکی در حوزه در واقع تاریخی. در حوزه مفهومی میخوام توضیحش بدم مدرنیته چیه، یه مقداری بهش البته اشاره کردم. اولا من زمانی که خب عنوان این صحبت، عنوان این گفتگو مفاهیم مدرنیته است که در زبان فرنگی نوشتیم کنسپت بدون اس آخرش، در واقع اینطوری باید بگیم مفهوم مدرنیته، یعنی کنسپت مدرنیته چیه. ما میخوام بگیم مدرنیته قبل از اینکه یک دوره تاریخی باشد و اقتصاد و سرمایه و صنعت باشه یا انقلابات باشه یک مفهومه. اما زمانی که میگیم مفهومه، مقصود ما از مفهوم چیه؟ مفهوم یعنی چی؟ کنسپت یعنی چی؟ ما در بسیاری از موارد با کنسپت آشنا هستیم. یه چیزی مثل ایده است، دو ویژگی داره، یکی اینکه کنسپت ابسترکت یعنی تجریدیه، دومی که کنسپت یونیورساله
یعنی عمومیه. مثلا افلاطون در کتاب به اصطلاح جمهوریش توضیح نظریه ایده ها رو داره، یک دستگاهی است که حالا صحبتش بسیار طولانی خواهد شد و بحث فلسفی رو باز میکنه. میگوید یک تخت، یک گل سرخ، یا بگویم یک پرنده انواع متعدد داره پرنده، درسته؟ اما خود پرنده یک کنسپته. چرا؟ برای اینکه هیچ کدوم به طور واقعی پرنده نیستن، همه پرنده ها هم پرنده هم. یعنی چی؟ یعنی که هر پرنده بال داره و هر پرنده میپره. دو تا ویژگی. هر پرنده بال داره و هر پرنده میپره. یعنی اگه پرنده بال نداشته باشه نمیتونه بپره و اگه پرنده نپره پرنده نیست. حالا ما یه ویژگی خیلی کلی به نام پرنده رو میاریم و میگیم همه پرنده ها با رنگامیزی های متعددشون، ویژگی های متعددشون، بزرگ کوچیکشون، سن بالا و پاچیکشون، تا زمانی که میپرن و بال دارن پرندن. پرنده خودش وقت چیه؟ یه کنسپت که ابسترکته، یعنی به همه اینها میخوره، به همه انواع پرنده ها، و یونیورساله، یعنی عمومیست، کلیست. مدرنیته هم در واقع اینطوریه. در واقع میشود گفت که مدرنیته یک جغرافیای معین و یک زمان معین داره که توضیح میدن، اما خودش فراتر از جغرافیا و فراتر از زمان یک کنسپته. معنیش چیه؟ توضیح میدم. ببینید هگل زمانی که من تخصصم هگله، یعنی که اشاره میکنم زیاد به هگل در فلسفه، در واقع اون رو بیشتر مورد نظر قرار میدم. البته قرائت های متعدد دیگری رو میشه در رابطه با مدرنیته آورد که حتما مغتنمن، اما خب من این قرائت رو اشاره میکنم بهش. هگل میگه که در واقع در اروپا سه تا مرکز، سنتر بزرگ داریم. یکی آلمانه، یکی انگلستانه، یکی فرانسه است. مدرنیته زادگاه یا برسو یا زادگاه اصلی خودش در این مراکز داره. آلمان که هگل به طور قلوبامیزی بهش اشاره میکنه که من خیلی موافق نیستم، فرانسه و انگلستان. میگوید خب فرانسویات سر پرشور دارن. حالا من کتابی رو دارم مینویسم راجع به مدرنیته که اینا رو کداش رو همه رو آوردم که کجا این رو گفته، چگونه گفته. فرانسه محل انقلابات بزرگه، محل جنبش های اجتماعی است، محل اعتراضات. آلمان محل فکر تجریدی است، محل فلسفه است، محل موسیقی است. انگلستان محل اقتصاد، صنعت. نگاه بکنیم بیشترین موسیقی دانان، بیشترین در واقع فلاسفه خب در آلمان بوده. نگید انگلستان و فرانسه نداشته، داشته، ولی خب بیشترین. یا نگاه کنیم بیشترین جنبش های اجتماعی، نظریه پردازان اجتماعی، اصولا جامعه شناسی رو آگوست کونت به وجود میاره که اون فرانسوی است و پاریسی است. شما وارد دانشگاه من بشین، دانشگاه پاریس، اونجایی که من درس خوندم، دانشگاه سوربن، مجسمه آگوست کونت رو میبینیم. یا در انگلستان شما برین میبینین که بیشترین اقتصاددان بزرگ ادم اسمیت، خب جان کینز که دیگه سوسیال دموکرات یا لیبرال هست، سوسیال لیبرال هست ببخشید، همه اینا انگلیسی هستن. البته اینا تصاویر اگزاجره است، تصاویر اندک قلوبامیست و کلیست. یعنی در همه کشورها اقتصاددان داریم، در همه کشورها موسیقیدان داریم، در همه کشورها فیلسوف داریم و غیره، ولی خب گرایش اصلی رو هگل اینطوری عنوان میکنه. اما اگه نگاه بکنیم هر کدوم از این کشورها که ویژگی های متعدد دارن و زمینه های تاریخی تحول پذیری رو در خودشون جای دادن و موجبات انقلابات رو هم بودن، انقلاب پرشکوه در انگلستان، انقلاب فرانسه، انقلاب بزرگ در فرانسه و غیره و غیره، هر کدوم صاحب زمینه تاریخی متعددی بودند و با زمینه های تاریخی متعدد به سمت مدرنیته رفتن و یا مدرنیته در اونها خرد و زور یافت. منظور این که اگر میگوییم مدرنیته یک کنسپت، یک مفهومه، یعنی که تمام اینها با وجود تنوعهاشون مثل اون پرنده هست،
با وجود تنوعشون صاحب یک ویژگی معینن یا چند ویژگی معین رو به هم دیگه میکشونه. همشون این ویژگی ها رو دارن که الان برمیشمارم که ویژگی های خود مدرنیته هم هستن و کمک میکنه به ما برای شناخت مدرنیته. هنوزم در حوزه مدرنیته هم چون مفهوم هستن. اول اینکه تمام این کشورها و کشورهای دیگه شون مثل هلند، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل پرتغال، مثل کشورهای دیگه، اما خب در این مرکز من تو این مراکز اشاره میکنم، همشون در واقع روند صاحب روندهایی هستن که از آدم عادی فردیت مدنی ساختند. یعنی در تمام این کشورها عاملیت وجود داره، فرد رأی میده، فرد دخالت کرده، فرد انقلاب میکنه. یعنی در واقع در تمام این کشورها ما شاهد این هستیم که اگر حتی کلکتیویسم در برخی کشورها مثل دوران نازیسم در آلمان به وجود آمد، باز ارجعیت فرد بر جمع خودش رو بیشتر تحمیل میکنه. در تمام این کشورها فردیت در واقع فردیت مدنی صاحب مقامه. حالا این به این معنی نیست که تمام آدمایی که شما میبینید تو پرتغال میبینید یا تو مثلا هلند میبینید همشون صاحب اندیشه فردیت و خودمدار و خودمرکز بین هستن، نه اینطوری نیست. این روند وجود داره که در کلکتیویسم نیست ولی در اندیویجوالیسم هست. یعنی چی؟ یعنی در مقام نخست مدرنیته صاحب این نظراندازی ویژه نسبت به فرد و اون رو از آدم عادی به اندیویجوال، یعنی به فردیت مدنی، اینجا اندیویجوال و فردیت مدنی ترجمه میکنم، بدل شده و اینها همشون مختنم میشمارن این رو. حالا باز به این معنی نیست که اینجا و آنجا سرکوب نمیشن، فلان نمیشن، زندان میشه، اینا همه جزئیاتی کلیت رو دارن. دومی که تمام این کشورهای مرکزی و کشورهای حاشیه اونها علم و فلسفه مدرن رو پذیرفتن، یعنی راسیونالیته رو پذیرفتن. یعنی چی؟ یعنی از تسلط اسطوره جدا شدن. یک، دوم مرکزیت انسان رو پذیرفتن، سوم استقلال سیاست رو پذیرفتن که در امور در تفکر ماکیاولی وجود داره. یعنی پس از صلح وستفالیا که اشاره کردم قرن 17 در واقع که دولت ملت به وجود بیاد، ماکیاول پایه‌گذار اندیشه مستقل در امر سیاست که اون رو در واقعیت کلام از کلیسا جدا میکنه. یعنی اگه ما میخوایم پیشینه در واقع چیز رو، من نمیدونم یه فایل اومد اینجا چی چیه، AI پیشینه در واقع اندیشه سکولار یا سکولاریسم دریابی، در اول در ماکیاولی بودید. خب این ماکیاولی در واقع اینی که اشاره میکنه به بحث استقلال سیاست در واقع حاشیه روندن مذهب و دینه و این اتفاقا به حال و روز پروتستانتیسم که خودش دینگراییه خیلی خوش میاد. چرا؟ برای که پروتستانتیسم در نهایتش آنچنان که هیگل، هابرمس و اندیشمندان امروزین حتی مارکوزه و آدورنو و دیگران اشاره میکنن، پروتستانتیسم آغازگر فردیت نوین مدرن در غرب بوده. پروتستانتیسم راهی داره که اینو برداریم، این AI که اومده میتونید فقط اکسپتش کنید، چیز مهمی نیست. من نمیدونم چی چیه. اوکی، بله، این در واقع بنابراین این استقلال دولت، حالا من دو بند دومم و بعد اون وقت این که تمام این کشورها در کنار سیاست مستقل، در کنار مرکز پنداری انسان و در کنار خروج انسان از اسطوره در واقع حاکمیت قانون رو میپذیرن. اینا رو کلی دارم میگم، مسلمه که اینجا و اونجا درایف یعنی انحراف وجود داره در تمدن غربی، این که کاملا قابل فهمه. یعنی قانون رو به عنوان مبنای دولت پذیرفتن، یک. دوم این که قدرت رو سگانه پنداشتن. قدرت سگانه کیه؟ کی گفته قدرت سگانه؟ چینیا گفتن؟ ایرانیا گفتن؟ نمیدونم، من نمیدونم، ولی فقط میدونم که مونتسکیو گفته و در تمام کشورهای دیگه
که قانونگرایی، دولتگرایی، قانون اساسی آمد، سگانه قدرت هم آمد و سگانه قدرت مار مونتسکیو است. جای دیگه‌ای به وجود نیامده. شاید در اسطورها کسانی بگردن که گشتن و چیزهایی پیدا کنند در هزاران سال پیش، ولی مدون نشده و در دوران اخیر خودش رو نشون نداده. بنابراین این میشه در واقع به عبارتی این مدرنیته همچون یک در واقع مفهوم، که میخوام بگم که به مسئله سوژه شدن انسان و خروج انسان از اسطوره و تسلط اشاره میکنه، تسلط اسطوره اشاره میکنه و غیره. حالا میام بخش دوم رو باز کنم. بخش دوم این هستش که ما اگر از مدرنیته صحبت میکنیم به عنوان یک کنسپت، خب بالاخره این در یک تاریخی، در یک زمانی، همچون که اشاره کردم، در یک دوره تاریخی به وجود اومده، یک جغرافیایی معین داره. نمیتونیم بگیم که همینطوری بوده، نه. من تو تحلیل خودم همطوری که اشاره کردم از قول هگل آوردم که آلمان و فرانسه و انگلستان، اینا رو میگم اروپای غربی. حالا اینکه دامنه اروپای غربی تا استرالیا میره و در کانادا میره و در ایالات متحده میره، اینا دامنه در واقع اروپای غربی هستند، نه اروپای شرقی. خیلی مهمه. در دوره که صحبت میکنیم به میزان گسترده عثمانیان در طول قرنهای بزرگ تا نیمه های اروپا آمده بودند. برای ما اون چی که داریم میبینیم اروپای غربی، یعنی از اواسط در واقع اگر حالا نقشه رو بشه دید و دوستان بعد از این صحبت برن یه مدار نگاه کنن، درست امپراتوری مقدس که بهش اشاره کردم تا وستفالیا، درست آلمان مرکزی اتریش رو در بر داره، درست اتریش جاییست که مرکز بین به اصطلاح تسلط عثمانیانه برای یه دوره، البته بعد عثمانیان خارج میشه از اون دوره. اروپای غربیه. بنابراین یک، مدرنیته حالا دارم در حوزه تاریخی، جغرافیایی و به اصطلاح زمانبندی صحبت میکنم. یک، از نقطه نظر جغرافیایی مدرنیته همچون یک دوره تاریخی از اون که از اون به عنوان عصر جدید یا عصر مدرن نام بردن، عصر جدید، عصر جدید بعد از قرن قرون وسطا ایجاد میشه، یعنی حدود 1500 به بعد میلادی، 1500 به بعد شروع میشه، یعنی زمانی که دقیقا وستفالیا به وجود میاد، اندکی قبل از وستفالیا، زمانی که تجار کوچک در اطراف شهرهایی که هنوز شکل نگرفته، به فرانسه میگیم فوبوق، در واقع شهرهای کوچکی که کوچه باری های مثلا شهر پاریس خیلی خیلی به اصطلاح به عبارتی خیلی نمایانگر این هست، شهر پاریس در واقع پر از فوبوغه. این فوبوغ ها کوچه های کوچیک بودن که بورژوازی تازه پا داره شکل میگیره، تجارت های کوچیک میکنه، اما هنوز فئودالیسم وجود داره، درسته؟ این در واقع اروپای غربی است. حالا اروپای غربی، انگلستان، فرانسه، آلمان، مراکز اصلی اروپای غربی، جغرافیای تولد عصر جدید رو ایجاد میکنن. دوره تاریخیش هم اشاره کردم، از 1500 به بعد. به طور روشنتر هابرمس اشاره میکنه که ما در حدود 1300 هم 1400 هم نوگرایی داشتیم، یه مدار تولد آغازین و قدم های آغازین نوگرایی وجود داشته، ولی در حدود رنسانس و دوران روشنگری که بعد از رنسانس میاد و دوران انسانگرایی یعنی هیومانیتیسم، در واقع آغازگر دوران مدرنیته است. خب ما در چهار حوزه در این دوره تاریخی با ظهور مدرنیته روبرو هستیم. یک، در حوزه سیاست. دو، در حوزه اقتصاد. سه، در حوزه فلسفه و علم. چهار، در حوزه مذهب. ما در واقع اندکی به تمام اینها هم در گذشته در صحبت آغازین خودم اشاره کردم، ولی دوباره الان در واقع میخوام فرمولش کنم. در حوزه قدرت سیاسی، وستفالیا رو داشتیم که توضیح دادم، در واقع توضیح دهنده ایجاد
ایجادگر در واقع دولت ملت که از دولت یک واقعیت غیر دینی می سازه. ماکیاول که این دولت یا یه سیاست رو مستقل می کنه. جان لاک که در واقع حکومت قانون رو می سازه. جان لاک می گوید که انسان آزاد است در سه حوزه: در حقوق زیستی خودش، یعنی آزاد به دنیا میاد، در حقوق انسانی خودش، یعنی آزاد وجود داره، انسان آزاده، آزاد به دنیا میاد، انسان در حیات بشری خودش آزاده، و سومین وجه انسان در واقع این هستش که انسان مالکیت خصوصی داره. آزادی انسان برای جان لاک مالکیت خصوصیه، اون چیزی که در واقع سوسیالیسم ژان ژاک روسو اون رو رد میکنه و میگوید سوسیالیست ها در این دوره میگفتن که در واقع مالکیت خصوصی دزدی است، و مارکس هم به همین نظر معتقد بوده که مالکیت خصوصی دزدی است. نکته بعدی در این دوره قدرت سیاسی هم که اشاره کردم قدرت سگانه است. قدرت سگانه در آفریقا، در دور افتاده ترین کشورهای آفریقایی هم برین، همشون قدرت سیاسی سگانه رو قبول دارن. متو مشکل کجاست؟ چرا اینها اون وقت دموکراسی ندارن ولی قدرت سگانه رو دارن، قانون اساسی هم دارن؟ به این دلیل که در قدرت سگانه اگزیکیوتیو یعنی دولت، در واقع این رو بگم که در قدرت سگانه سه تا قدرت از هم جداست، اون چیزی که مونتسکیو میگه، اما در عمل در جهان شرقی و در جهان آفریقایی یعنی کشورهای غیر غربی اینها مستقل نیستند، جدا هستند اما مستقل نیستند. یعنی چی؟ یعنی اکزیکیوتیو حاکم میشه در امور عدلیه و در امور مجلس. ایران خودمون هم همینطوره، یعنی فراتر از اکزیکیوتیو سوپریم پاور میاد دخالت میکنه در مجلس، نماینده مجلس میذاره، دولت رو جابجا میکنه، انتخابات دستکاری میکنه و غیره. بنابراین قدرت اکزیکیوتیو در قالب دولت یا در کشور ما در قالب سوپریم پاور، یعنی اون قدرت برتر ولی فقیه، در واقع میتونه دخالت کنه و همه اینا رو جابجا کنه. این به این معنی که در خود ایران قدرت سگانه وجود داره دیگه، معنی وجود نداره. در آفریقا هم همینطوره، در آسیا هم همینطوره، در خیلی کشورهایی که دموکراتیک نیستن، اما قدرت سگانه در واقع عمل نمیشه. در امر قدرت سیاسی، یعنی در امر سیاست، در این وجه اول یکی از فاکتورهای بزرگ که کمک کرد به ایجاد قدرت قانونی، حکومت قانون، انقلابات سگانی به اصطلاح جهان غرب بوده. اولین انقلاب در انگلستان هست، نه در آمریکا، اشتباس، اولین انقلاب در انگلستانه، دومین انقلاب در ایالت آمریکا هست، در 13 ایالتی که دوستان میدونن که چگونه این 13 ایالت شرقی مستقل شدن در ستیز با به اصطلاح امپراتوری به اصطلاح انگلستان و با حمایت از امپراتوری فرانسه در واقع. یعنی در واقع این نقشه ایالات متحده که شما بگیرید، این 13 ایالت که هستن پشتش در واقع لویزیانا است، که لویزیانا تا مدت های تا خود امپراتوری ناپلئون در واقع تمامش دست فرانسه بوده. فرانسه به توسط لافایت در واقع کمک میکنه به جنرال واشنگتن، و جنرال واشنگتن این جوان 22 ساله رو بسیار تقدیر میکنه، و خود جنرال واشنگتن وقت جنرال در واقع لافایت در واقع به جنرال به اصطلاح روش مقامش به جنرال میرسه و برمیگرده به فرانسه، و در فرانسه همراه در واقع دانتون و روبسپیر و کمیل دمولان در واقع انقلاب سوم رو درست میکنه، این انقلاب فرانسه که میدونیم بین این دوتا یعنی جناح لافایت و جناح جورج دانتون در واقع اختلاف به وجود میآید، به خاطر اینکه در واقع لافایت طرفدار سلطنت مشروطه بود، یعنی میگفت همین شاه بمونه اما قانون اساسی رو بگذاریم، ولی دانتون و روبسپیر و کمیل دمولان یعنی سه رهبر جوان که کمتر از 30 سال داشتن مخالف این بودن و میگفتن که ما نیازی در واقع به شاه دیگه نداریم. اشاره بکنم که انقلاب فرانسه پیش از این که شاه رو به گیوتین بچسبونه و در واقع اون رو بکشه،
شاه یعنی لویه 16 خودش قانون اساسی رو پذیرفت، درست مثل مظفرالدین شاه ما، قانون وزیر پذیرفت، یعنی میتونست ولی فرار کرد، و چون فرار کرد و دست به دست اتریشیا و اتریشیا داد، در واقع اون رو به عنوان مجلس، در واقع اون رو یا اون شورای انقلاب اون رو به عنوان خائن پذیرفتن و اون رو گیوتینش کردن. اگر نه خود شاه پذیرفته بود، حتی اون آرم انقلاب فرانسه رو خود شاه زد به شونش و گفت من با شما هستم، بلشبار البته خاطر قدرت انقلابیون خیلی زیاد بود. ولی الان ما در دوره مشروطه سلطنتی هستیم که بعد به جمهوری عباس منتقل میشه بعد از مرگ لویی 16. این در واقع در حوزه سیاست. در حوزه اقتصاد ما میدونیم دیگه، در حوزه اقتصاد همونطور که اشاره کردم چندین عامل جهان جدید و مدرنیته جدید رو، دوران مدرن رو در غرب ایجاد کرد. اصل اساسی مدرنیته در این دوره و حتی امروز سرمایه‌داری است، یعنی سوسیالیسم نیست، سرمایه‌داری. این خیلی مهمه. اولا وجود شهرهای کوچکی که هرچه بیشتر بزرگ می شدند و این شهرهایی که هرچه بیشتر بزرگ می شدند در واقع همطور که اشاره کردم بورژوازی نوپا رو که در فبوخ‌ها یا در کوچه های به اصطلاح شهرها داشتن تجارت می کنند، این تجارت رو اندک اندک گسترش دادن. بنابراین بورژوازی که خیلی قدرت ناچیزی در این دوره داشت در برابر فئودال‌ها در واقع به تدریج رشد میکنه. داستانش رو بگم به سرعت که چگونه رشد میکنه. اولا قدرت فئودال ها و سنیورهای بزرگ اون دوره که قدرتی همپای شاه داشتن به تدریج کاسته میشه به خاطر چند عامل. یکی اینکه کشاورزی مدل سنتی دیگه کار نمیکرد، هرچی بیشتر مدل های مدرن اومده بود تو کار و سنیورهای در واقع کشاورزی فئودال ها نمیتونستن پاسخگو باشد. دوم اینکه مرگ سیاه در قرن 14 یعنی درست اواخر قرون وسطا ایجاد میشه. مرگ سیاه همون طاعون یکی از عوامل تحول در اروپا بود، خیلی مطلب مهمه، حتی در ایران هم کشیده شد، یعنی یک طاعونی تمام اروپا رو در بر گرفت، تمام اروپا رو. و میتونم بگم که اولا از جنوب به شمال اومد، از جنوب به شمال اومد که حالا ریشه چگونه اومد و اینا رو من دیگه وارد نمیشم، چون میدونیم که از مارسی وارد میشه، همون پورت مارسی وارد میشه. ولی میتونم بگم که امپراتوری عثمانی رو میگه در نورده، در مینورده و حتی میره به سمت ایران. اینطوری بگم که تاریخ میگه تعداد دقیق کشته شدگان در این مرگ سیاه یا طاعون رو دقیق نمیدونیم، ولی میدونیم که حدود 50 تا 60 درصد جمعیت اروپا از بین میرن. این خیلی مهمه، یکی از تحولات بزرگ بوده، یه شوک بوده. و من میتونم بگم که در تاریخ نگاری دیده این که شوک‌های بزرگ باعث تحولات عمیق شدند. حتی من میخوام بگم نازیسم درس‌های بسیار به ما آموخت که دموکراسی حکومت اکثریت نیست، بلکه حکومت اکثریت با قائل شدن به حق اقلیت. این رو میدونستیم از قبل، ولی نازیست بیشتر به ما آموخت، برای یک شوک بزرگ. امروز هم حکومت الهی به ما میآموزه که حکومت دینی نمیتونه بر ایران حاکم بشه. این هم یک شوک بزرگ بود که حالا نیم قرن داره طول میکشه، ولی این شوک بزرگ درسهای زیادی به ما آموخته، درسته؟ اینا میخوام بگم در طول تاریخ بشریت این شوکهای بزرگ تاریخ درس آموزی بسیار داشته. در مقام نخست سیاست رو گفتم، در مقام بعدی سرمایه‌داری رو گفتم، و حالا میرسیم به انقلاب در فلسفه و علم، یعنی اون حوزه‌ای که توضیحش رو قبلا دادم و بیشتر نمیرم توش، چون گفتم که نیوتن و گالیله در حوزه علم، دکارت و جان لاک و مونتسکیو و ماکیاول در حوزه اندیشه فلسفه اینا بودن، ولی اصل قضیه این هستش که اصولا جهان غرب، اصولا مدرنیته غربی، اصولا عصر مدرن عصر حاکمیت راسیونالیته است، راشنالیتی، یعنی اون چیزی که دکارت از طریق اندیشه به من اون رو تولید میکنه.
که بعد میرسه به شکل هویت یافته ای برای فردیت و میرسه به حتی حقوق بشر human rights. میخوام اینطوری بگم، یعنی اینقدر این ریشه قویه. درسته، من قبول میکنم که فروید در نقد خودش و حتی نیچه در نقد خودش به اندیشه به من، در واقع میشه گفت که زیر این اندیشه رو زد و گفت که اصلا فروید به خصوص که منی وجود نداره، بلکه ناخودآگاه وجود داره. من این رو میپذیرم که نقد به اندیشه دکارتی از طریق مطالعات روانشناسی فروید بسیار قابل توجیهه، این کاملا درسته. ولی چه کنیم، چه کنیم که علی رغم اینکه فروید نقدش نسبت به من دکارتی درسته، اما در این حال منی وجود داره، منی وجود داره که از اون من به عنوان چی؟ به عنوان سوژه نام بردم و به عنوان سوژه یعنی عاملیت نام میبرم. این عاملیت همه غرب رو توضیح میده. عاملیت یعنی چی؟ یعنی منی که شکاف در زمان و شکاف در اسپس، یعنی در فضا ایجاد میکنم و در تسخیر جهان میرم با تمام اراده و قدرت، میرم و جهان رو تسخیر میکنم. این قدرتی که مدرنیته به فرد میده، اون رو از حالت رخوت، سنت، اسطوره‌گرایی بیدار میکنه و به سمت بدعت‌گذاری و نوگرایی، صنعت جدید، سیاست جدید، اقتصاد جدید میبره. این عملیاته. حتی اگر در واقع به عبارتی اندیشه به من از سوی فروید به درستی مورد در واقع نقد قرار گرفته. این بنابراین بخش سوم بحثه. بخش چهارم پروتستانتیسمه که پیش از این صحبت شده اما خیلی مهمه. پروتستانتیسم رو نمیدونم تا چه میزانی میشود به نوگرایی دینی در ایران مثلا مقایسه کرد، اینا دیگه وارد بحثش نمیشم. اما پروتستانتیسم واقعا یکی از ویژگی‌های اصلی در واقع جهان مدرن غربه. ماکس وبر در توضیحاتش نسبت به پدیده کار به پروتستانتیسم اشاره میکنه، برای اینکه لوتر در واقع اول اینکه موقعی که کلیسای کاتولیک رو بهش نگاه میکنه، حتی لوتر میره به روم و پله های کلیسای واتیکان رو میپیمایه تا آخر، و در آخر که میرسه میبینه یه کسی نشسته قطعات زمین بهش رو داره میفروشه. حتما خوندین یه تاریخ. و بعد موقع که برمیگرده سرگیجه میگیره، میگه افتضاح کاتولیسیسم ما رو از مسیحیت واقعی، از مسیح واقعی که دنیای فقرا، کمک به فقرا، به تنگ دستان است، جدا کرده. اینجا دنیای لوکسه. چقدر لوکسه، چقدر پول میخواد این کلیسا، چقدر این دیناری پول میخواد، مگه چقدر، مگه مسیحیت نیامد برای کمک به فقرا؟ مگه میشه در برابر این افتضاح و دروغ بزرگ، یعنی فروختن قطعات بهشت، سکوت کرد؟ و اینجاست که در واقع لوتر خب میاد یک شورش میکنه. و خیلی جالب داستانش، خاطر اینکه موقعی که میاد به روم، کاتولیکا متوجه میشن که این مخالفه و آدم پرنفوذیه، برای اینکه 90 یا 95 در واقع اصلاحیه در کاتولیسیسم رو یا در مسیحیت رو میذاره به در، در واقع به اصطلاح کلیسای خودش که خودش درس میداده اونجا، اعتراض میکنه. در بازگشت از ایتالیا به سمت آلمان، حالا آلمان امروز، میدونسته شاه آن زمان در آلمان که کاتولیکا میخواد این رو بکشن، و چیکار میکنه؟ یک نیمچه ارتشی رو میفرسته که لوتر رو بدزدن. لوتر رو میدزدن و لوتر فکر میکنه که بعد کاتولیکا اومدن این رو بکشن. بعد به لوتر میگن نه، ما نمیدیم تو رو بکشیم، ما اومدیم تو رو از کشتن کاتولیکا نجات بدیم، و میبرن به سمت آلمان. و لوتر بهانه ای میشه برای اینکه شمال اروپا خودش رو از جنوب اروپا جدا کنه. امیدوارم من وقت
مناسبه جناب علیزاده. خیلی عالیه. من دوست دارم شما ادامه بدین. اگر مطلب دیگه ای هست، فکر میکنم یه بخش دیگه ای مونده بود که توضیح بدین، اگر بله، مایل هستید اون رو هم بگید، حتما 10 دقیقه اگه یه اشکال دو نداشته جلد. باشه. بله بله، حتما. چون الان ما باید بریم به سمت بیداری شرق، یعنی که ما این عناصر رو که در کنار هم میذاریم و من اونها رو برای اینکه صحبتی باشه که خیلی ابسترکت نباشه و خیلی فقط فلسفی نباشه، با یک سری انکدوت ها و تاریخ و اینا قاطی کردم که یه مداری خوشایند شنونده باشه. ولی در واقع بیداری شرق خیلی مهمه. در واقع همونطور که اشاره کردم، غرب فقط و فقط به خاطر تجارت، نه به خاطر استعمار و نه به خاطر تسلط نظامی و نه به خاطر اداری حکومتی به سمت شرق نیامد، فقط به خاطر تجارت در مقام نخست به سمت شرق. ژاپن رو نشون داد، چین در دو جنگ تریاک این رو نشون داد. غربی ها فقط مخواستن تجارت کنند، منتها برای تجارتشون دیدن که راهی به غیر از تسلط ندارن، که این تسلط رو ما همه محکوم میکنیم. مسلما دوران استعمار محکوم شده نیست، اما دوران استعمار در عین حال واقعیتی رو به مردمان شرق آورد و یک نوع اونچوری که گفته شده بیداری ملت شرق رو به وجود آورد. بنابراین الان ما اگه بخوایم یک کمی به شرق بریم و در شرق متبر بشیم و ببینیم که چگونه شرق تکون داد جهان، چگونه غرب تکون داد جهان شرق رو، مواجه میشیم با اینکه مدرنیته پدیده جهانی است و زمانی که نفوذ میکنه در کشورهایی که زمینه های مهیا برای پذیرش مدرنیته رو ندارن، تکلیف این جهان ها چی میشه؟ خیلی مهمه. تکلیف این جهان ها چی میشه؟ واقعیت قضیه اینه، مدرنیته چند تا ویژگی داره. اول اینکه مدرنیته در هیچ کجای جهان ما به سوی مدرنیته نرفتیم، بلکه مدرنیته به سوی ما آمد، از طریق جهانی شدن، از طریق کلونیزاسیون، از طریق مرکانتینیسم، از طریق ادوارهای متعدد. سه دوره ما داریم دیگه، درسته؟ یکی در جهانی شدن سه دوره داریم، یه دوره مرکانتینیسم داریم که در 1600 بوده، 1400 و 500 قرن 15 شروع میشه تا 17، یه دوره کالونیزیشن داریم یعنی استعمار، یه دوره هم جهانی شدن داریم. اونا به سمت ما اومدن، درسته؟ این اولی. دوم، مدرنیته زمانی که به سمت شرق میاد سنت رو وادار به ریاکشن میکنه، یعنی از حالت ایستا به فعلیت بدلش میکنه. این به این معنی نیست که سنت در همه جا ایستا بوده، نه، سنت هم تخلا میکرده، ولی نه به این میزانی که امروز داریم میبینیم. یعنی چین امروز رو با چین دوران انقلاب تریاک نمیتونیم، جنگ های تریاک نمیتونیم مقایسه کنیم. خب سوم این هستش که زمانی که مدرنیته در ما نفوذ میکنه، در جان مینشین، رفع و دفعش تقریبا غیر ممکنه. یعنی مدرنیته در ذات خودش یک پدیده برگشت ناپذیره. البته انقطاع وجود داره، مثلا نازیسم چی اومد بالا، ما حکومت دینی اومد بالا، اینا درسته، ولی این روند که درست میشه موقعی که حکومت دینی میره یا نازیسم میره، دوباره ما باز میگردیم به فراورده های، درست مثل نازیسم زمانی که جمهوری وایمار آمد و بعد نازیسم آمد، در طول یک دهه دوباره آلمان بازگشت به دموکراسی، دوباره ایران ما باز میگرده به روندهای پیگیر ترقی خواهی و صنعت و گشایش اجتماعی، به نوعی گشایش اجتماعی. الان ویژگی هاش چهار، هر گونه مدرنیته در فضاهای غیر غربی، در فضاهای شرقی که به وجود میاد کپیه، واقعیت نیست. یعنی ما عین مدرنیته رو هیچ جا دیگه نداریم، عین مدرنیته هیچ جا در واقع وجود نداره. حالا ما عناصری مثل جامعه مدنی، حکومت قانون، آزادی، آزادی‌های فردی، همه رو که محصولات مدرنیته هستن، می شود گفت در هیچ کجایی، و این جنبندی مهمیه، در هیچ کجایی خارج از منظومه تمدنی غرب، در هیچ کجای دیگه‌ای به کمال
متحقق میشن. همیشه ایرادات چرا همیشه دارای ناسنجیدگی هایی هستن، یعنی ایراداتی دارن؟ چرا؟ به خاطر وجود سنت، به خاطر وجود سنت. حالا سنت چیه؟ گفتم تعریفش رو میدم سریع، البته رد میشن. یکی سنت سه ویژگی داره. یکی در درون سنت یه نوع مطلق وجود داره، حالا میتونه اسطوره باشه، میتونه غیر اسطوره باشه. دومین ویژگی سنت آبدیته، یعنی تبعیت. سومین ویژگی سنت در واقع زمان سیکلیک، یعنی زمان در چارچوبه تمدن‌های سنتی، نمیگم امروز چین، تمدن سنتی قبل از اینکه وارد دوران صنعتی شدن و مدرنیته بره و انقلاب به وجود بیاد و اینا، زمان زمان سیکلیکه. زمان سیکلیک یعنی چی؟ زمان برگشت پذیر. ولی زمان مدرنیته چیه؟ زمان در واقع خطی است. زمان خطی است که در تعابیری اِوولوتیوه، یعنی به سمت بهتر شدن میره، که زیگزاگ هم توش وجود داره. نازیسم یک زیگزاگه. ولی در سنت ها در واقع انتظار انسان، مثلا موقعی که انقلاب در ایران میشه میگویند که ما به زمان عدل علی میخوایم بازگردیم. خودش بازگشت یک نوع ارتجاعه، در هر گونه بازگشتی ارتجاعه. برای این ویژگی ها در واقع در سنت وجود داره. اما زمانی که مدرنیته میاد این رو از بین نمیبره. مدرنیته سنت از بین نمیبره. مدرنیته در رابطه با سنت رابطه چالش برانگیز با سنت ایجاد میکنه، یعنی اونو تکون میده. مثلا ما تقویم داریم، درسته در ایران داشتیم تقویم، اما اجاندا نداشتیم. توسط تقویم و اجاندا چیه؟ اجاندا زمان رو تقسیم میکنه، بعد برای هر ساعتی وظیفه ای هست، یه خطی هست مینویس این موقع چیکار میکنم، درسته؟ این تقسیم زمان به شکل خطی است که با زمان سیکلیک تفاوت داره. در حالی که در تقویم تابستان می آید، به زمستان بدل می شود، پاییز و دوباره تابستان می آید. یعنی تقویم می تونه زمان سیکلیک رو برنما کنه، ولی اجاندا نه. خب حالا عاقبت چی میشه؟ عاقبت یک واقعیت هایبریده. تو اینو بگم و بحث رو تمام. واقعیت هایبرید اینه که ما سنت رو نمیتونیم از بین ببریم. سنت اصولا چه بگوییم چه نگوییم، چه بخوایم چه نخوایم، به عامل تحریک شده بدل شده، یعنی ریاکتیو شده. گاه خودش رو به شکل انقلاب سنتی نشون میده، گاه به شکل گفتمانهای سنتی نشون میده که میتونه ارتجاعی باشه، میتونه ارتجاعی باشه، میتونه ارتجاعی نباشه، میتونه سنتی باشه که خودش رو منطبق کنه با مدرنیزاسیون، با مدرنیته. اینا هم تفاوت داره، مدرنیته با مدرنیزاسیون. بنابراین سنت میتونه اشکال متعددی داشته باشه، ولی مدرنیته در کنار سنت، در چالش با سنت هست. مدرنیته سنت نمیتونه هیچ جا بین ببره. مگه میشه بین بود؟ ما ریشه های وجودیمون سنته، ولی زیست امروزینمون مدرنیته است. این از ما یک واقعیت هایبرید به وجود میاره، یعنی واقعیت دوگانه. به فرانسه میگه متیسر، به انگلیسی میگه هایبریدیتی. واقعیت امروز ما واقعیت هایبریده. هیچ چیزی در اصل وجود نداره، هیچ اصالتی هم وجود نداره، حتی میخوام بگم هویت اصلی هم وجود نداره، برای اینکه همه چیز دستخوش حادثه شده، هویت ها هم متکثر شده. همچنین که شایگان میگه انسان سیاه، انسانی که هویتش در نوسانه، میپذیره، دفع میکنه، میگیره، تولید میکنه، و این واقعیت امروز ما چه در شرق چه در غرب هستش. تشکر از شما.